همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی یک برنامه دیگری رو در سری برنامه های برگی از تاریخ به یاد دوست و همکار نازنین از دست رفته حسین مبری با همکاری کارگردان خانم غزاله به شما پیشکش میکنم. امروز که برای نخستین بار این برنامه پخش میشود، روز 13 مرداد سال 1397 خورشیدی است. درست دقیقاً 112 سال پیش در امروز، مظفرالدین شاه قاجار بر فرمان مشروطه دستی نهاد و یک دفتر تازه‌ای در تاریخ ایران گشوده شد. این تنها یک دستینه بر یک سند نبود، بلکه گشوده شدن یک دریچه تازه ای از تاریخ ایران بود. خیلی ها بر این باور هستند که روز فرمان مشروطه 14 مرداد است و خب می دانیم که 14 مرداد رو همواره در ایران جشن می گرفتند و یا امروز هم 14 مرداد رو روز فرمان مشروطه می خوانند. در اون هنگامی که فرمان مشروطه به دستیره مظفرالدین شاه رسید، ما از تقویم جلالی و تقویم خورشیدی استفاده نمی کردیم. در ساختار اداری ایران تقویم عربی بود، تقویم قمری بود و روزها رو بر پایه همین تقویم عربی ثبت کردن. این است که سالیانی پس از آن که خواستن تاریخ فرمان مشروطه رو به خورشیدی برگردانند، هنگامی که دریافتن 13 مرداد می شود، به این اندیشه افتادن که شاید روز 13 روز خوبی نباشد و 14 رو برگزیدند. ولی زنده یاد احمد کسروی در این کتاب جاویدان و به یاد ماندنی تاریخ مشروطه ایران، آدمی که خود او از 16 سالگی در جنب و جوش مشروطه خواهی درگیر بوده و این کتاب رو هم فراهم آورده و دیگران هم گفتند که روز 13 مرداد روز فرمان مشروطه است. چرا میگویم روز تاریخی؟ از این روی که ما یک گسستی رو آغاز کردیم در این روز، یک دفتر تازه‌ای رو به سوی آینده گشودیم و امیدوار بودیم که ایران پا به دنیای مدرن بنهد و وارد کاروان تمدن بشری که سالهای زیادی صده ها از ما جلوتر رفته بود و تاخته بود وارد این کاروان بشویم. کوشش های زیاد و فداکاری های بسیار فراوانی در این راه صورت گرفت تا فرمان مشروطه به دست آمد و این کوشش ها نزدیک به شاید 35 سال پیش از صدور فرمان مشروطه آغاز شد. از کوشش های آزادی خواهانه برای توسعه ایران، برای رفرماسیون، شاید هم بیشتر از اون در دورانی که برای نخستین بار نایب السلطنه عباس میرزا با اندیشه های مدرنیته از دور آشنا شده بود، از راه دیدار با فرنگی ها به قول اون زمان خارجی ها، و به این اندیشه افتاده بود که چرا نباید ما پیشرفت بکنیم. رفته رفته این اندیشه در میان کسانی که پیرامون او بودند و پس از او پیرامون فرزندش محمد شاه قاجار بودند پا گرفت و هنگامی که ما وارد دوران پادشاهی 50 ساله ناصرالدین شاه شدیم، با درایت صدر اعظم او که در اون هنگام البته اینها رو نخست وزیر نمی‌خواندند، صدر اعظم او امیر کبیر، این پروژه رفرماسیون در ایران آغاز شد و شوربختا که با کشته شدن امیر کبیر ناکام ماند. فرد دیگری این پروژه رو از سر گرفت، سپهسالار میرزا حسن خان مشیرالدوله قزوینی، نام‌آور به سپهسالار. همان کوشش هایی رو که امیر کبیر آغاز کرده بود، اینگاه با یک درایت دیگری از سر گرفت و دست ناصرالدین شاه رو گرفت و به فرنگ برد، به اروپا برد و زندگی اروپایی رو به او نشان داد و او فهماند که ایران می تواند پیشرفت بکند. و در این راستا هم خود سپهسالار اگرچه ناکام ماند و آخوندها جلوی کارهای او رو گرفتند، ولی کارهایی که سپهسالار آغاز کرده بود پیش رفت.
این واژه مشروطه رو هم خیلی ها بر این باورند، از جمله زنده‌یاد تقی‌زاده که نخستین بار در اسناد و یادداشتهایی که از سفارت ایران در استانبول به تهران به وزارت امور خارجه فرستاده شده، در یادداشت‌ها و نامه‌های همین سپهسالار، چون زمان البته سپهسالار نبود، میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی بود و او در واقع این میرزا حسن خان مشیرالدوله تبریزی قزوینی ببخشید، و او در واقع این یادداشتی رو فرستاد که برای نخستین بار از واژه مشروطه استفاده کرده بود. این واژه مشروطه هم خیلی ها دربارش سخن گفتند، ولی به داوری من ارزیابی تقی‌زاده از همه درست‌تر است. تقی‌زاده بر این باور بود، آدمی بسیار توانا، پژوهشگر، دانا به فرهنگ ایران، دانا به فرهنگ غرب و آدمی ویژه در تاریخ ایران، او بر این باور بود که این واژه از شاخت فرانسه وارد فرهنگ ایران شده، یعنی این واژه شاخت، قانون یا چارت به انگلیسی، وارد عثمانی شده و در اونجا عربی شده، یعنی اون رو به عنوان شرط یا مشروطه استفاده کردن. خود این واژه مشروطه اصلا ریشه کهن عربی نداره، ساختگی است، بر پایه همین شارت فرانسه است. و به این ترتیب موضوع مشروطه حکومت قانون بوده، کنستیتاسیون بوده، نه مشروط کردن قدرت پادشاه. مشروط کردن قدرت پادشاه یکی از پیامدهای انقلاب مشروطه و قانون اساسی است، ولی هدف مشروط کردن قدرت پادشاه نبود. موضوع اساسی در پیش روی مدرنیست های ایران قانون بود، و در این زمینه دو نفر به راستی باید گفت پیشتاز بودند. یکی میرزا ملکم خان معروف، میرزا ملکم خانی که اصفهانی زاده بود، ارمنی زاده بود و پدرش یعقوب در اصفهان زاده شده بود و ارمنی بود و فرزند رو تشویق کرده بود که برود مسلمان بشود و وارد کارهای دولتی بشود، و او هم رفت و درس خواند و به انگلستان رفت و میرزا ملکم خان شد. میرزا ملکم خان و پیش از او مستشارالدوله تبریزی، این دو نفر در تدوین این اندیشه که موضوع قانون بنیاد پیدایش یک ایران نوست، نقش بسیار بسیار مهمی داشتن، جایگاه بسیار برجسته‌ای داشتن. میرزا ملکم خان رو به دلیل پیمان رویتر و دیگر کارهایی که پادرمیانی کرد برای انگلیسی ها خیلی کوبیدند و گفتند که او برای خودش هم کوشش میکرد که یک سهمی بیابد، که خب در سیاست اون روز ایران و جهان کار استثنایی نبود، خیلی ها این کار رو میکردن، ولی به دلیل این کوتاهی ها و کجروی ها نمیتوان نقش میرزا ملکم خان رو کم گرفت و تصور کرد که ملکم خان نقش اندکی در گسترش اندیشه های قانونگرایانه و دموکراسی خواهانه در ایران داشته. ولی پیش از او یک تبریزی بسیار بسیار برجسته و با دانش به نام مستشارالدوله، او در پاریس نخستین سند مربوط به این اندیشه رو نوشت به نام یک کلمه، که برنامه های تلویزیونی من هم جز این برنامه برگی از تاریخ با این عنوان شکل گرفت در این تلویزیون، یک کلمه. یک کلمه هم موضوعش قانون بود، که این یک کلمه به گفته خود او در این پیش درآمدی که نوشته بود، یک کلمه یعنی قانون، قانونی که شاه و گدا در آن حقوقی برابر داشته باشند. این عبارت او نیست، و این در واقع تقریبا عبارتی است که از پیش درآمد او بر این جزوه کوچک یک کلمه میتوان گرفت. آمده بود و بر پایه قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مقابله کرده بود، آیه هایی از قرآن رو، و میخواست نشان بدهد که در یک کشور اسلامی هم میتوان حکومت قانون بنا کرد، و این فکر در اون زمان بسیار رادیکال و انقلابی بود. امروز اگر نگاه کنیم شاید فکر خیلی تازه‌ای نباشد، ولی در اون هنگام 150 سال پیش، سالیان پیش از فرمان مشروطه،
این اندیشه که یک ایرانی به اون رسیده بود که میتوان در یک کشور واپسمانده اسلامی حکومت ایلیاتی بر سر کار است، قانون اجرا کرد و حکومت قانون به وجود آورد، خب بسیار بسیار رادیکال و ریشه‌ای بود. این آدم ها و بسیار دیگر در گسترش اندیشه مدل ساز ایران جایگاه برجسته‌ای داشتند. و سرانجام بر پایه جنب و جوش عمومی در ایران فرمان مشروطه به دستینه مظفرالدین شاه رسید. برخی برداشت های نادرست هم در این زمینه وجود دارد و در این سالگرد فرمان مشروطه من میخواهم برخی از اینها رو با شما در میان بگذارم. از جمله این که به دلیل این آزمون 40 ساله حکومت دینی در ایران و این شاید بتوان گفت نفرتی که مردم از آدمهایی با رخت دینی پیدا کردند، این واکنشی که نسبت به آخوند پیدا شده، خیلی ها بر این باور هستند که در همون انقلاب مشروطه هم همه آخوندها در برابر این انقلاب مشروطه ایستادگی کردند. چنین نیست. راستی این است که در جریان انقلاب مشروطه و مدرنیته ایران همه خانواده های اجتماعی ایران دوپاره شدند. یعنی کسانی از میان شاهزادگان و میرزایان به خیلی مشروطه خواهی پیوستند، به خیلی قانونگرایی پیوستند، برخی در آن سود قرار گرفتند، مخالف قانونگرایی و مدرنیته بودند. در میان بازرگانان، در میان کسانی که رفته بودند به خارج از ایران و اروپا رو دیده بودند، در میان همه اینها یک تحول ایجاد شده بود. ساختار روحانیت شیعی و طلاب علوم دینی هم که به هر روی درس خواندگان محدود جامعه ایران بودند، یعنی ما که در اون هنگام مدرسه های آموزشی گسترده نداشتیم، دانشگاه نداشتیم، حتی دبستان هم نداشتیم، بیشتر آدم ها از راه مکتب خانه ها و سپس رفتن به حوزه های دینی درس می‌خواندند و در نتیجه تنها گروه درس خوانده جامعه ایران به جز اونهایی که این فرصت رو یافته بودند که در خانه خودشون مانند میرزایان و شاهزادگان یا رفتن به خارج درسی بخوانند، دیگران در همین حوزه های دینی درس بخواندند و رخت دینی برتن داشتند. در اینجا هم ما با یک جنب و جوش بزرگ روبرو هستیم، با یک شکاف بسیار بسیار بزرگ روبرو هستیم که برخی از برجسته ترین آخوندها و بیشتر طلابی که در ایران میزیستند به خیلی مشروط خواهی پیوستند و برخی در برابر او ایستادند، در برابر آن ایستادند، مانند شیخ فضل‌های نوری و آخوندی که به نام یزدی شناخته شده است، از 3 نفر برجسته ترین روحانیان ادبات، اینها در برابر مشروطه ایستادند. ولی آخوند خراسانی و یاران پیرامون او از مشروطه خواهی پشتیبانی کردند. در این پیکری که خانم غزالی در پیش روی شما می نهند، میبینی که در یکی از این راه پیمایی های برجسته مشروطه خواهی در پیشاپیش این جمعیت گسترده طلاب علوم دینی طلبه ها قرار دارند. خانم غزالی، این پیکره شماره 1 رو اگر ممکن است برای بینندگان نشان دهید. خب مثل اینکه ما این پیکره رو به دلایل فنی در دست نداریم، ما یه سری گرفتاری های فنی در بله این پیکر است. ببینید، نگاه کنید به این، میبینید که این یکی از راه پیمایی های بسیار بسیار برجسته مشروطه خواهی است و همه آدم هایی که در این راه پیمایی میبینید رخت دینی و عبا بر تن و عمامه بر سر دارند. بیشتر اینها هم آخوند معروف و سرشناس نیستند، طلبه ها هستند و برخی آخوند، برخی عمامه سفید بر سر دارند و برخی عمامه سیاه. خب اینها چون سید بودن یا نبودن تصمیم میگرفتن که عمامه سفید بگذارن یا سیاه. ولی به هر روی شما در میان این جمع انبوه میبینید که بسیاری از اینها آدم های یا طلاب علوم دینی هستند یا آخوند هستند یا منبری هستند. اینها بخشی از آدم های نسبتاً سواددار جامعه اون روز بودند و در شکل گرفتن جنبش مشروطه خواهی این آدم ها نقش بسیار برجسته‌ای داشتند. این رو میگویم برای اینکه به یک نادرستی و ناروایی تاریخ پاسخ بدهم که در اون هنگام
نیروهای مذهبی گفته می شود که در برابر انقلاب مشروطه ایستادن. چنین نیست. همون گونه که کسروی هم اشاره کرده، ملایانی در شهرهای مختلف در برابر مشروطه می ایستادن، مثلا در همون تبریز، و ملایانی در پشتیبانی از مشروطه. تقی‌زاده می گوید که هنگامی که ما به فکر مشروطه افتادیم، رفتیم و با یکی از برجسته ترین آخوندهای تبریز دیدار کردیم و به او گفتیم که ما میخواهیم مشروطه در ایران برپا کنیم، و او از ما پرسید که در خارج از ایران، در فرنگستان، به این کاری که شما میخواهید بکنید چه میگویند. تقی‌زاده میگفت میویسد که ما به او گفتیم که به اونجا، در اونجا میگویند کنستیتاسیون، حکومت کنستیتاسیونل، حکومت متکی به قانون. این آخوند به کسب تقی‌زاده گفته که شما همین واژه را استفاده کنید. این واژه دارای تعریف فرنگی است، خارجی است. اگر کسی بپرسد شما میگویید در فرانسه این گونه است. درست نکنید واژه دیگری رو. این مشروطه که مطرح کنید، خیلی ها پوشش میکنند برداشت های چنگانه از اون بکنند، و درست هم بوده این سخن این آخوند. مراد از سخن من در این است که در اون هنگام ما با یک تحولی در جامعه ایران، نه تنها در میان روشن فکران مشروطه خواه و مدرنیست ایران روبرو هستیم، بلکه در مجموعه جامعه ایران، در کالبد جامعه ایران با این تحول روبرو هستیم. تحول در میان شاهزادگان، میرزایان، بازاریان، بازرگانان و از جمله در میان ملایان، که کسانی از اینها منبر می شوند، روشن می شوند، علاقمند به یک ایران مدرن می شوند، و خیلی از اینها در دوران پس از انقلاب مشروطه و به ویژه شکل گرفتن دولت پهلوی، بسیاری از این آدم ها به ساختارهای اداری جامعه ایران می پیوندند و رخت دینی رو کنار می گذارند. از دل همین ساختار بیرون آمدند. ویژگی انقلاب مشروطه و این که فرمان مشروطه توانست در کوتاه زمانی، نسبتاً کوتاه زمانی، با هزینه‌های نسبتاً اندکی، از راه یک جنبش مخملین، شاید نخستین انقلاب مخملین جهان رو ما انجام دادیم در ایران، با هزینه اندکی توانست پیروز بشود، در این است که یک خانواده بزرگ فکری از میان درباریان، شاهزادگان، میرزایان، بازرگانان، حتی زمینداران و روحانیان و از همه اینها مهمتر روشنفکران درس خوانده و اروپا رفته به وجود آمد. و این خانواده بزرگی که یک سوی آن آدمی مانند طباطبایی و بهبهانی، سید محمد طباطبایی و شیخ عبدالله، سید عبدالله بهبهانی قرار داشتند، این خانواده، این دو سید معروف مشروطه که به اونها سیدین میگفتند، از یک سوی با آدم های مانند حیدر خان هم‌اغلو و علی موسیو و سوسیال دموکرات هایی که مرکز غیبی رو در تبریز ساخته بودند، یک همچین گستری رو در بر داشت، خانواده بزرگ فکری، نه در این راستا که چرا نمیخواهیم، بلکه در این راستا که چه چیزی میخواهیم. حکومت قانون میخواهیم، مجلس مشروطه میخواهیم، حق قانونگذاری زمینی میخواهیم، محدود شدن قدرت پادشاه رو در تعیین قوانین میخواهیم، و از همه اینها مهمتر میخواهیم قوانین زمینی باشد، نه الهی، نه آسمانی. و در این راستا خیلی ها با هم نزدیک شدند، کسانی که خانواده فکری بزرگ مشروطه خواهی رو ایجاد کردند. آشنایی چندانی هم با چند و چون ساختن یک دولت مشروطه نداشتند. شمار درس خواندگان در ایران بسیار بسیار اندک بود. ایران یکی از نخستین پارلمان های غیر اروپایی رو درست کرد، ولی این پارلمان با چنان نظمی، با وجود واپسماندگی جامعه ایران اداره می شود و پیش می رفت که در اون هنگام وزیر مختار بریتانیا در ایران تلگرافی فرستاد برای وزارت امور خارجه و گفت این پارلمان حتی از پارلمان های اروپایی متمدنانه تر رفتار می کند، درگیری در آن به وجود نمی آید. خیلی ستایشگر مجلس مشروطه ایران بود. دشواری های زیادی هم در شکل گرفتن مجلس مشروطه وجود می داشت. حتی می دونید در آغاز کار برنامه های مجلس رو نمی توانستند شبها برگزار کنند،
ببخشید روزها برگزار کنند، چون بیشتر نمایندگان مجلس کار میکردند و برنامه ها شبانه برگزار میشد تا چند نفر از نمایندگان مجلس و پیرامون مجلس در نزدیکی بهارستان لخت کردند. دوستا امنیتی وجود نمی داشت. این است که آمدن برنامه ها رو روزانه کردند. در آغاز کار نشستن به روی زمین رسم بود. بسیاری از نمایندگان قلیان و غذای خودشون رو هم می آوردن، فراش داشتند. برخی با کالسکه می آمدن به صحن مجلس، برخی با قاطر می آمدن و عده‌ای هم پیاده می آمدن و خیلی از اینها در آغاز کار گرفتاری هایی بود که رفته رفته حل شد و مجلس اول مشروطه در اون سال، در همون یک سال و اندکی که یک سال اندی که وجود می داشت، بسیار بسیار کارهای ارزنده ای انجام داد، تا اینکه محمد علی شاه قاجار با پشتیبانی گروهی از آخوندهای بسیار بسیار پیورز مانند شیخ فضلاح نوری و با پشتیبانی گماشتگان دولت روسیه تزاری در ایران، قزاق‌ها مجلس مشروطه رو به توپ بست و عده زیادی رو کشت و مجلس رو عملا تعطیل کرد. این پیکره دوم هنگامی است که گروهی از، فکر می‌کنم این پیکره دوم باشه، حالا ترتیبش شاید درست نباشه، ولی گروهی از آزادی خواهان رو، ولی این پیکره پس از این ماجراست، هنگامی که مجلس مشروطه به توپ بسته شده و محمد علی شاه قاجار با وقار و با قدرت با رخت رسمی در کنار فرزند خردسالش احمد شاه که در دست راست او، سمت راست او ایستاده در این پیکره، در سمت چپ پیکره است در صفحه تلویزیون، ولی در اونجا در راست او ایستاده با اشراف قاجار، بزرگان قاجار سرمست از اینکه مشروطه شکست خورده کنار هم ایستادن. حالا شاید هم این پیکره اندکی پیش از به توپ بسته شدن مجلس گرفته شده باشه، ما جزئیات دقیق اون رو نمیدانیم، ولی هنگامی که مجلس مشروطه رو به توپ بستن، گروه گسترده‌ای از آزادی خواهان رو به بند کشیدن، عده‌ای رو کشتن و در این پیکره سوم میبینید که اینها در زنجیر در باغ شاه برخی از اونها رو کشتن، این بازماندگان در زنجیر در باغ شاه به سر میبرند. این پیکره دیگری است که خانم غزاله ما پیش روی شما قرار خواهند داد. این پیکره سوم در باغ شاه است، در هنگامی که اینها رو به بند کشیدند و سروده ترانه بسیار زیبایی که خیلی ها بر این باور هستند که این رو عارف سروده در اونجاست. نگاه کنید به این چهره ها، برخی سرها شکسته بسته شده با اندوه، اینها همه شناسایی شدن که چه کسانی هستند. آدم های بزرگ مدرن سازی ایران آینده بودند و گذشته ایران. اینها در قل و زنجیر هستند در باغ شاه و در بالای این پیکره سروده بسیار زیبایی است که گویا عارف اون سروده: خواهی که دادت برکند، خواهی که دادت برکند سر سلسله بیداد را، بردارد میبخشید، خواهی که دادت بردارد صد سلسله بیداد را، منت مکش گردن بنه زنجیر استبداد را. خیلی زیباست، میگوید که در این قل و زنجیر بمانید چون افتخاری برای شماست، ولی سر تسلیم در مقابل زور و خودکامگی فرود نیاورید. این گونه بود که مشروطه در ایران پا گرفت. پس از به توپ بسته شدن مجلس، آزادی خواهان در گوش و کنار ایران به پا خواستند و ویژه تبریز این مقاومت را آغاز کرد و به راستی باید گفت ایران مدیون آذربایجان و مدیون تبریز است. مدرنیته ایران نمی توانست سر بلند کند اگر تبریز نبود، چه پیش از مشروطه در مدرن سازی ایران، در پیدایش دبستان، در پیدایش چاپخانه، در بسیاری زمینه ها آذربایجانی ها پیشگامان فرهنگ و توسعه ایران بودند و در کانون فرمانروایی فراموش نکنید که پادشاهی در اون هنگام پادشاهی قاجار بود، زبان دربار زبان ترکی بود و ولیعهد نایب السلطنه در تبریز زندگی می کرد و تبریز رو به عنوان شهر دوم می شناختند. یعنی پس از تهران که دارالخلافه یا
پایتخت بود، تبریز پایتخت ولیعهد بود و این تبریز و آذربایجان به دلیل نزدیکی با قفقاز از یک سو با استانبول از سوی دیگر در توسعه سیاسی و ایران بسیار بسیار نقش داشت و بسیاری از اندیشه ها در واقع از این راه به دیگر بخش های ایران رسید. جنبش آزادی خواهی در برابر استبداد محمد علی شاهی هم در همین تبریز پا گرفت. به راستی باید گفت آذربایجان قلب تپنده ایران بود در اون هنگام و تبریز در کانون این می بود. اینکه امروز کسانی می آیند و با این گرایش های پانترکیک و قومگرایی کوشش می کنند حساب آذربایجان را از دیگر بخش های ایران جدا بکنند و این قلب تپنده را از این بدن پر از فعالیت بگیرند، به راستی با این گوش شرم‌آور هست. یعنی در درازای تاریخ ایران اگر نگاه کنید، به ویژه تاریخ مدرن ایران، سرنوشت ایران و سرنوشت آذربایجان با هم در هم تنیده شده و از هم ناگسستنی است و آذربایجان بخش جدایی ناپذیر ایران و ایران پیوند ناگسستنی با آذربایجان دارد و این کوشش‌های پانترکیکی که از بیرون از ایران سازمان گرفته و به ویژه به دلیل فرومایگی حکومت چیره بر ایران در این 40 سال توانا شده، پیش از اون هم البته در دوران پیشوری و یاران شفقه دموکرات به یاری اتحاد جماهیر شوروی به اون دامن زده شد برای جداسازی آذربایجان، اینها به جایی نخواهد رسید، چرا که آذربایجان در درازهای تاریخ نشان داده که به راستی قلب تپنده ایران است و بخش لاینفک جدایی ناپذیری از سرنوشت آینده ایران. در اون دوره هم این آذربایجان بود که نخست به پا خواست و سرانجام دیگر بخش‌های ایران هم به این جنبش پیوستند و سرانجام تهران رو گرفتند و این پیکره دیگری که می‌بینید از آزادی خواهانی است که اینک چهره اونها رو با تفنگ و فشنگ می‌بینید. ستارخان و باقرخان در کانون اونها ایستادند، دو نفری که در وسط هستند، ستارخان با رخت تیره و باقرخان با رخت سفید. اینها سلحشوران انقلاب مشروطه و گرفتن تهران بودند و به راستی ما مدیون اونها هستیم. اما گرفتن تهران از سوی آزادی خواهان آذربایجان و سپس نیروهای مسلح دیگری که از دیگر بخش‌های ایران از جمله بختیاری‌ها و نیروهای زیر سرپرستی یکی از رهبران در آغاز مخالف مشروطه سپهدار و سرانجام موافق مشروطه از راه رشت و گیلان به ایران آمدن و تهران آمدن و تهران رو گرفتن، این سه نیرو، نیروی تبریز مجاهدان و سپس نیروی گیلان و نیروی بختیاری مسلح تهران رو گرفتن، چهره و سیمای مشروطه رو در ایران دگرگون کرد. در همه پیکره هایی که میبینید در پیش از به توپ بسته شدن مجلس، چهره هایی که کنار هم قرار دارند، شما نشانی از تفنگ و فشنگ نمیبینید. گفتگوی اون زمان، گفتمان اساسی اون زمان، گفتمان شهری است، گفتگو بر سر قانون است. مجلس مشروطه در آن کسی از زور و جنگ افسار سخن نمی گوید. گفتگو بر سر قانون است. سیمای تهران پس از مشروطه با به توپ بسته شدن مجلس و سرانجام این چالش مسلحانه مردم و گرفتن تهران به دست این سه نیرویی که اشاره کردم دگرگون شد. از آن پس نه تنها ساختارهای ایالتی پیش از مشروطه به تهران بازگشت، بلکه زور مسلح در سرنوشت مردم دوباره نقش پیدا کرد. دیری نگذشت که چون دولت مشروطه تصمیم گرفته بود پس از گرفتن تهران که همه رو خلع سلاح بکند، یک درگیری بزرگی در پارک اتابک میان هواداران ستارخان و باقرخان با نیروهای مسلح زیر نظر دولت و یپرم خان در گرفت و اونها خلع سلاح شدن. ستارخان تیر خورد در این ماجرا و با همین زخم هم سرانجام
درگذشت سالیانی پس از اون، و در اون دوران یک کشاکشی به وجود آمد در تهران میان نیروهای مسلحی که وفادار به دولت بودند و نیروهای مسلح بختی گاه وفادار به دولت نبودند. چهره مشروطه ایران از اینجا کمرنگ شد. نخستین کجروی نسبت به انقلاب مشروطه در پیروزی مشروطه خواهان، یعنی در پیروزی مشروطه خواهان ما با شکست مشروطه خواهی رو برو شدیم. انقلاب فرانسه این دوره رو به گونه دیگری سپری کرد. انقلاب فرانسه هم با خون آغاز شد. کشتارهایی که در دوره انقلابی فرانسه در دورانی که روبسپیر و دیگران چیره بودند به دست اونها از مخالفان انجام شد بی نظیر است. می گفتن که رودخانه سن خون درش جاری است، ولی خیلی زود توانستند، نسبتا زود توانستند به خود بیایند و ساختار مدرن سازی فرانسه رو از سر بگیرند. خب گفتمان مدرن سازی و حکومت قانون خیلی پیش از اینها آغاز شده بود، پیش از انقلاب فرانسه، ولی دوباره از سر گرفته شد. ما در ایران این فرصت رو نیافتیم. ما دو دوره کام و ناکامی مشروطه در ایران داشتیم. کامیابی نخست در گرفتن فرمان مشروطه بود. یکی از زیباترین برگ‌های تاریخ ایران است. ما نمونه‌ای به این به ارزش این جایگاه در تاریخ ایران نداریم که گروه گسترده‌ای از آزادی‌خواهان و آدم‌هایی که رفته بودند به خارج و درس خوانده بودند همراه با گستره ای از بازرگانان، میرزایان، شاهزادگان، آخوندهای روشن، طلاب علوم دینی و مردم کوچه و خیابان توانستند فرمان مشروطه رو به مظفرالدین شاه تحمیل بکنند، برگ درخشانی در تاریخ ماست. 112 سال پیش در امروز ما یک دریچه رو گشودیم برای پیشرفت و گامهای بسیار اساسی هم در این زمینه برداشتیم. حکومت قانون به وجود آمد. مجلس اول مشروطه آغاز به قانونگذاری کرد. گفتمان شهروندی در میان اونها آغاز شد. بحث حقوق در گرفت. مجلس اول مشروطه متمم قانون اساسی رو تصویب کرد و این متمم قانون اساسی در خود با همه گرفتاری ها شاهکاری در تاریخ ایران است. اگرچه بسیاری بندهای قانون متمم قانون اساسی بر اون گرد شرعی پاشیده شده، ولی روی هم رفته روح قانون بر اون چیره است، یعنی قانونگذاری زمینی. این اصل هشتم متمم قانون اساسی در خود یک، به راستی باید گفت، یک دستاورد بزرگ تاریخ ایران است. شاید به پای شاهنامه فردوسی نرسد از نقطه نظر ماندگاری، ولی جایگاهی که این اصل هشتم متمم قانون اساسی در فرهنگ و زندگی و تاریخ و سیاست ما ایفا کرده و باید بکند، نادیده نباید گرفت. اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوقند. اهالی مملکت ایران، زن و مرد، از هر تیر و تبار، مسلمان و غیر مسلمان، اصلا در برابر همین اصل بود که شیخ فضلالله نوری بر مجلس مشروطه شورید، نماینده مجلس بود و از مجلس کناره گرفت و رفت متحسن شد در کنج، در زاویه حضرت عبدالعظیم به اون موقع میگفتند، و اون لوایح رو علیه مشروطه نوشت و زمینه رو برای به توپ بسته شدن مجلس از سوی محمد علی شاه آماده ساخت، فراهم ساخت. این اصل بسیار مهم است، چون در این اصل برخلاف و برخلاف بر میدونید بسیاری از نمایندگان مجلس آخوند بودند، ولی اونها رأی دادند به این اصل که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوقند. خب شگردی هم در این کار به کار برده بودند. گفته بودند قانون دولتی، یعنی ما به کار شهر کار نداریم. شما می توانید از نقطه نظر شرعی بگویید که مسلمان و غیر مسلمان و شیعی و غیر شیعی، زن و مرد با هم برابر نیستند. از منظر شرعی کار ما حکومت زمینی است، قانون دولتی است. از منظر قانون دولتی مردم از هر تیر و تبار و هر زن و هر زبان و هر رنگ و هر گویش و به هر پیشینه، از هر آیینی با هم دارای حقوق برابر هستند. این یک بند بسیار بسیار مهم در تاریخ ایران است، یک گام بسیار مهم در تاریخ ایران است، گامی که تا امروز هم انجام نشده. یعنی تا امروز هم دغدغه بزرگ تاریخی ما در این است که آیا ایرانیان از هر تیر و تبار، از هر زبان، از هر آیین، از هر پیشینه، از هر جنس و جنسیتی
دارای حقوق برابر هستند. مشروطه، مجلس اول مشروطه 111 سال پیش به این موضوع پاسخ داد، گفت آری اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. این دستاورد بزرگ مشروطه بود تا اینکه مجلس مشروطه با به توپ بسته شدن مجلس ناکام ماند و سرانجام مشروطه خواهان بر پس از یک سال جنگ بر محمد علی شاه پیروز شدند و محمد علی شاه را از ایران بیرون کردند و احمد شاه قاجار را به پادشاهی رساندند. ظاهرا آن ناکامی دوباره به کام تبدیل شده، ولی میخواهم بگویم که نه، چنین نیست. این کامیابی دوباره مشروطه خواهان در خود یک ناکامی ذاتی می داشت، چرا که از راه زور پیروز شده بود، نه از راه یک جنبش مخملین، از راه مسلحانه پیروز شده بود و ناکامی های اون در خود نهفته بود. درگیری هایی که پس از اون پیش آمد، گرفتاری هایی که با تهدید دولت روسیه به ویژه پیش آمد، بسته شدن مجلس دوم، مجلس سوم، سپس جنگ جهانی اول، ورود نیروهای روسیه و عثمانی به ایران، ویرانی بخش‌هایی از ایران به دست این نیروها و ناکام ماندن بسیاری از پروژه مشروطه خواهی و دوره‌ای که اصلا مجلس مشروطه دیگر وجود نمی داشت و قوای روسیه تا نزدیکی تهران هم پیش آمده بودند و تهدید کرده بودند که تهران را هم خواهند گرفت و اصلا این نایب السلطنه اون زمان بود ناصرالملک که در مجلس مشروطه رو دستور داد که کلون کردن، بستن با تهدید روسا خیلی پیش از جنگ جهانی اول. ولی روی هم رفته همه این رویدادها در خود ناکامی اون کوشش آغازین مشروطه رو برای حکومت قانون به دنبال داشت. شیرازه کشور رفته رفته از هم پاچیده شده بود و به جایی رسیدیم که هنگامی که کودتای 1299 به رهبری سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی و رهبری نظامی رضاخان انجام شد، رئیس قزاقان در اون هنگام، بسیاری از این پروژه استقبال کردند. دیری نپایید که سید ضیاءالدین رو از ایران بیرون کردند، یعنی کوششی انجام شد میان شاهزادگان و نخبگان ایرانی که با رضاخان نزدیک شدند، سردار سپه و رقیب یعنی رهبر سیاسی کودتا رو از ایران بیرون کردند و رضاخان یک کتاز میدان شد. این پیکری که میبینید در اون دوره است، در دوره است که رضاخان سردار سپه است پشت سر احمد شاه، پس از اینکه احمد شاه پادشاهی رو به دست گرفته به سن بلوغ رسیده ایستاده و بزرگان قاجار هم در پیرامون او هستند، بزرگان اشراف و آدمی که پشت سر احمد شاه ایستاده رضاخان. چند سالی پس از اینکه این پیکره برداشته شد به پادشاهی احمدشاه پایان داد و خود پادشاه پهلوی شد و 57 سال این پادشاهی تا هنگام انقلاب 57 در ایران ادامه یافت. بازگردم به رشته گسسته سخن. فکر نمی کنم که زمان درازی در پیش روی ماست، ولی در این زمانی که باز مانده باز می گردم به خود موضوع مشروطه. موضوع مشروطه چه بود؟ حکومت قانون. و این رو ما به دست آوردیم با پیدایش مجلس مشروطه. عوامل زیادی این حکومت قانون رو در ایران ناتوان کرد. یکی از آنها خب ندانمکاری خود مشروطه خواهان بود. آگاهی چندانی ما با چند و چون حکومت قانون نمی داشتیم. زمان هم برای ما بسیار بسیار محدود بود. نتوانستیم در یک شرایط آزادی این حکومت قانون رو آزمون کنیم و مجلس اول رو به مجلس دوم برسانیم، مجلس دوم رو مجلس سوم برسانیم. چنین نبود. مجلس اول رو محمد علی شاه به توپ بست، مجلس دوم رو روزها تعطیل کردند، مجلس سوم هم به همین ناکام ماند تا اینکه فاصله ای به وجود آمد میان مجلس سوم و مجلس چهارم که سالیان درازی دنبال شد تا سرانجام پیمان 1919 و اون انتخابات دروغینی که وسوق دوله را انداخته بود به وجود آمد که اون هنگام نخست وزیر مشروطه بود. پیمان معروف 1919 برای تحت الحمایگی ایران زیر سرپرستی بریتانیا در برابر روسیه‌ای که تازه انقلاب کرده بود و روسیه بولشویکی شده بود، سوویتیک شده بود و دولت شوروی
در اونجا به وجود آمده بود. خیلی جوان بود، تازه کار بود، معلوم نبود بماند یا نماند. ما سرگذشت غم‌انگیزی رو در این دوران پشت سر نهادیم. یعنی از فرمان مشروطه تا به امروز 112 سال می‌گذرد، به راستی باید گفت که ما دوران غم‌انگیزی رو پر از التهاب گذراندیم. مجلس اول ما رو پادشاهی که بنا بود وفادار به قانون اساسی و مشروطه باشد به توپ بست، مجلس مشروطه رو به توپ بست، عده‌ای رو در اونجا کشت و کسان دیگری رو در باغ شاه خفه کرد و کسانی رو زندانی کرد، تا سرانجام خود او هم به زرگنده به سفارت روسیه پناه برد و از ایران فرار کرد و در غربت درگذشت. فرزند او احمد شاه هم سرانجام به دست رضا شاه برانداخته شد و حکومت رضا شاه آغاز شد. رضا شاه پس از ورود متفقین از ایران در بدر شد و در جزیره موریس درگذشت. سپس رویدادهای غم‌انگیز آذربایجان و کردستان، فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد به وجود آمد. سرانجام جنبش ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد، برانداخته شدن دکتر محمد مصدق، درگذشتن او در زندان خانگی و همه اینها، خودکامگی و فساد و اختناق و گرفتاری های فراوان، سرانجام ما رو به آستانه انقلاب 57 کشاند. ما می توانستیم این راه رو نرویم. گرفتاری در این است که مصالح نرفتن این راه رو نداشتیم. یعنی با همه کوشش های بسیار بسیار ارزنده‌ای که در آغاز کاری مشروط خواهان کردند، که براستی باید گفت که دست مریزاد که با اندکی دانش که در جامعه می بود، با نبودن ساختارهای مدنی، با نبودن ساختارهای صنفی، با نداشتن آزمون در این زمینه، با این بختک دستگاه شرعی که در ایران وجود می داشت، که آخوندها در هر گوشه و دهکده و شهرکی نفوذ می داشتن، با این ساختار ایلیاتی که بر جامعه ایران چیره بود، هر حاکمی بر هر گوشه کشور می توانست ساختار مالیاتی و قانون خودش رو چیره بکند، در این بستر توانستند انقلاب مشروطه رو برپا کنند. و به راستی باید به اونها گفت دست مریزاد، و به راستی باید دید که در این مجلس اول و دوم و سوم با همه گرفتاری ها چگونه قوانینی رو تصویب کردند. بسیاری از کارهایی که در دوران رضا شاه انجام شد و امتیاز اونها به نام رضا شاه نوشته شده و باید هم در زمینه‌ای نوشته شود، پایه حقوقی اونها در مجلس اول، دوم و سوم نهاده شد. این مجلس دوم مشروطه و مجلس سوم مشروطه بود که عدلیه مدرن رو ایجاد کرد، نه داور. داور بر بستر کوشش هایی که در این دو مجلس انجام شده بود، از جمله کارهای زنده یاد پیرنیا، مشیر دوله پیرنیا، آخرین مشیر دوله، توانست رفرماسیون بزرگی رو در عدلیه اون زمان به وجود بیاورد و دادگستری مدرن از دل این عدلیه بیرون بیاید. زمینه آموزش دبستانی در مجلس اول و دوم نهاده شد. فکر بانک ملی در مجلس اول نهاده شد. بسیاری از کارهایی که در مجلس اول و دوم و سوم انجام شد، زیر تیغ دشمنان، مجلس اولی که همواره هر روز در بیم و هراس حمله محمد علی شاه بود، مجلس دومی که همواره در بیم و هراس حمله روس‌ها بود، مجلس سومی که حمله روس‌ها و دیگران رو در پی داشت، با این وجود کارهای بزرگی رو انجام دادن، نشان میدهد که در کشور ما این درایت وجود میدارد که حتی در خوفناکترین دوران ها هم ما بتوانیم کارهای نیکی رو انجام بدهیم. و نمونه کارهای مجلس اول و دوم و سوم گواه بر این است که چگونه ما توانستیم در این دوران پر از گرفتاری و التهاب قوانین زمینی بگذرانیم. برای نخستین بار گروهی از مردم که هیچ پیشینه حقوقی نمی داشتند، گرده هم آمدند و قانون نوشتند. شما و اگر به انبوه قوانینی که در مجلس اول، دوم و سوم تصویب شده نگاه کنید، در شگفت خواهید بود. انسانهایی که درس حقوقی بسیاری از اونها نخوانده بودند، با علوم سیاسی مدرن آشنا نبودند، توانستند با بهره‌گیری از دانش‌های اندکی کسانی که در این زمینه توانایی‌هایی داشتند بیایند و قوانین بنویسند. و بسیاری از این قوانین دهه‌ها پای بر جای بود، توانست به کار خودش ادامه بدهد. بسیاری از قوانینی که در زمینه دادرسی و
محاکمات نوشته شد شاید 30 سال دوام آورد و 30 سال پس از اون بود که اندک اندک این قوانین دگرگون شد، بهتر شد یا برخی از اونها بدتر شد. حتی نوشتن همین قانون اساسی، شما نیک بنگرید، با دانش اندکی که وجود می داشت، با خواندن 6 قانون اساسی که به نادرست میگویند که ایرانیان تنها قانون اساسی رو از بلژیک تقلید کردن که نادرست است، تنها کمتر از شاید 10 ماده قانون اساسی از بلژیک گرفته شده، از قوانین اساسی کشورهای دیگر هم ما بهره گرفته ایم، کسانی گرده هم آمدن این قوانین اساسی رو خواندن و بر پایه این قوانین و بر پایه چیزهای دیگری که خوانده بودن قانون اساسی مشروطه و سپس قانون متمم قانون اساسی رو نوشتن، شما اگر نیک بنگرید بسیاری از این اصولی که نوشته شده همانی است که در کشورهای مدرن هم وجود می داشته. مثلا در مورد اصلی که بعدها خود محمد علی شاه یادداشتی رو به اون اضافه کرد، میگوید سلطنت ودیعه است، پیشتر این بوده، سلطنت ودیعه است که از سوی ملت به شخص پادشاه تفویض می شود. ودیعه در عربی یعنی یک امانتی که می توان پس گرفت. سلطنت یک امانتی است که مردم، ملت به شاه داده است برای دوری. البته محمد علی شاه آمد در بالای این متن به خط خودش اضافه کرد موهبتی الهی. سلطنت موهبتی الهی است که از سوی ملت به شخص پادشاه تفویض می شود یا واگذار می شود. موهبت الهی رو محمد علی شاه بر پایه آن آشنایی هایی که با اندیشه های دینی از راه تبلیغاتی که کسانی مانند شیخ فضل‌الله نوری انجام می دادند فرا گرفته بود. خود او چندان آشنا با این مسائل نبود، ولی به هر روی با همه دستبردهایی که به این قانون اساسی و متمم قانون اساسی زده شد و با همه گرفتاری هایی که در بند اول و دوم قانون اساسی متمم قانون اساسی وجود می داشت، در رسمیت بخشیدن به آیین شیعی و در دادن این امتیاز که گروهی از فقها بتوانند نظارت بر قانون اساسی بکنند که البته به گونه‌ای نوشته شده بود که هیچگاه نمیتوانست اجرا بشود، روی هم رفته ما یک دستاورد بزرگ تاریخی پس از صدها سال داشتیم. پس از صدها سال حکومت ایلیاتی ما توانستیم در مجلس مشروطه 112 سال پیش کاری رو آغاز بکنیم که تصور اون تا اون هنگام ناممکن بود. و این کار و این گرفتاری امروز همچنان گریبانگیر ماست. انقلاب مشروطه به حکومت ایلیاتی پایان داد و مدرن سازی ایران رو شتابان کرد و حکومت مدرن رو در ایران بنا نهاد. دولت پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه این پروژه مدرن سازی ایران رو بدون اصل دموکراسی و مشارکت مردم پیش بردند. یعنی مجلس مشروطه رو ناتوان کردند، مشارکت مردم رو جلوش رو گرفتند، اما سازندگی ایران رو بر پایه آن چیزی که در مجلس اول و دوم و سوم پیشبینی شده بود و مشروطه خان به دنبالش بودن، اونها رو پیگیری کردند و کارهای نیکی در ایران انجام شد. شوربختا که بخش بسیار مهمی که مربوط به قانون بود پایمال شد، قانونگرایی در ایران ناتوان گردید و به ویژه مجلس مشروطه که نگین انقلاب مشروطه بود از میان رفت. انقلاب 57 دفتر همه این پروژه رو بست. پروژه مدرن سازی، قانونگرایی، جدایی دین و دولت، همه دستاوردهای انقلاب مشروطه بسته شد. امروز ما در آستانه مشروطه دوم قرار داریم. پایان حکومت دینی در ایران و ساختن جامعه مدرن بر پایه آرمانهای انقلاب مشروطه و دستاوردهای جامعه بشری در 100 سال گذشته که بسیار جلوتر از آن دستاوردهای آستانه انقلاب مشروطه ماست. 112 سالگرد فرمان مشروطه رو به شما هم میهنان گرامی شادباش میگویم. تا هفته های آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.